بله، سخنرانی آقای رئیسی در مجلس دومای روسیه آغاز شده و جریان داره و قبل از این سخنرانی هم با ویچسلاو والودین گفتگو و مذاکره داشتند. آقای رئیسی در جریان صحبتهایش سپاسگزاری کرد از استقبال و میزبانی گرم روسیه و مردم روسیه و از اینکه فرصت سخنرانی در مجلس دوما را برش فراهم ساختن. همچنان تبریکی گفت سال نو میلادی را و اشاره داشت به اینکه مردم ایران و جهان اسلام به حضرت عیسی و مریم پاک جایگاه بالای قائل هستند. آقای رئیسی همچنان گفت که ایران تشکری میکنه از روسیه به خاطر همکاری در سوریه و گفت که این همکاری میتونه که در بخش‌های مختلف در راستای مختلف هم یک به عنوان یک مدل استفاده شوه و روسیه و ایران همکاری ها و روابطشان را توسعه ببخشند. همچنان گفت که تقویت روابط ایران و روسیه چه در قالب دو جانبه چه در قالب چند جانبه میتونه که منجر به تحکیم و تقویت و توسعه اقتصاد دو کشور شوه و همچنان میتونه که منجر به آوردن صلح، ثبات و امنیت در منطقه و در جهان شوه. پیش از این که آقای رئیسی با ولادیمیر پوتین دیدار داشت، گفت که در حال حاضر شرایط استثنایی پیش آمده که میتونن روسیه و ایران برای مقابله با یک جانبگرایی غرب و آمریکایی‌ها هم افزایی ایجاد بکنن و کوشش بکنن که مقابله بکنن با یک جانبگرایی. همچنان گفت که ایران که بالاتر از 40 سال داره مقابله میکنه و مقاومت میکنه با آمریکایی‌ها، هیچ وقت اجازه نخواهد داد تا این تحریم ها و تهدید هایی که وجود داره باعث متوقف شدن پیشرفت ایران باشه. امروز قرار است که آقای رئیسی از مجلس جامعه مسکو هم دیدار بکنه و انتظار میره که با شماری از روحانیون از نقاط مختلف روسیه هم دیدار و گفتگو داشته باشه. ممنونم. خیبر عاکفی همکارم از مسکو.